خب به نام خدا و عرض سلام و ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، بحثی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم در مورد مباحث دیتابیس میخوایم صحبت کنیم. بحث دیتابیس خب یکی از مهمترین بحثا در برنامه نویسی های تجاری محسوب میشه. به طور کلی اگه بخوام یه تاریخچه از دیتابیس ها رو بگیم، خب هممون رشتمون کامپیوتر هستش، برنامه نویسای سطح پایین که تو سی و یا مثلا سی پلاس پلاس میمدیم برنامه هایی رو می نوشتیم که میشد به فایل ها به صورت ترتیبی یا تصادفی دسترسی پیدا کرد. یادتون میاد دیگه، میگفتیم مثلا این بسید یه سکوتاشو بیارم هاف تو مثلا read file in C یا پلاس پلاس، یه تکست فایل رو مثلا چطوری توی سی میتونستیم باز کنیم. میمدیم مثلا اشارهگر درست میکردیم، بعد اشارهگر رو باز میکردیم، به صورت ترتیبی یا تصادفی اینها رو پیمایش میکردیم. خب به این ترتیب همه شروع کردن، واسه خودشون یه سری برنامه هایی رو نوشتن که با این برنامه ها مثلا هر کسی به یه نفعی خودش یه سیستم فایل تعریف میکرد، یه ساختار فایل تعریف میکرد، با هم کار میکردن. آروم آروم برنامه ها که بزرگتر شد، مشکل اینجا به وجود اومد دیگه. فایل هایی رو که میخواستن به هم بدن مشکل داشت، هر کسی برنامه‌اش رو یه جوری نوشته بود، فیلدار یه شکلی تعریف کرد بود، سینتکس ها یه شکلی بود. یه گتای بزرگ نرم افزاری اومدن، یه گفتن ما باید یه کارهایی بزنیم، مثل بسته‌های نرم افزاری درست کنیم که بتونیم این فایل‌ها رو چیکار کنیم، هندل کنیم. مثلا نرم افزارهای معروفی مثل فاک، مثلا در ایران اگه بخوام مثال بزنم فاکس پرو. سالیان متواری مثلا در سیستم‌های بانک ایران هم چیه؟ استفاده شد. این محیط مثلا نرم افزار بود، نصب می‌کردیم فایل‌های فاکس پرو تحت داست درست می‌کردیم، مثلا واسه خودشون زمان یک نرم افزار خیلی قدرتمند و بزرگ محسوب می‌شد. فکر کنم تا 5-6 سال پیش هم در ایران، دو سه سال پیش تو ایران تو اکثر بانک‌ها سیستم چی استفاده می‌شد؟ فاکس پرو استفاده می‌شد. میومد یه سیستم فایلی درست می‌کردید، ساختار فایل درست میکردی، فایل دی بی اف درست میشد، یه سری بس خودش سینتکس دستوراتی داشت باش کار میکرد. خلاصه اومدن به این نتیجه رسیدن که یه فایل بستای نرم افزاری درست کنن که با این فایل ها بتونن به راحتی چیه کار کنن. اما این برنامه هایی که نوشته میشد یه سری مشکلات داشت، بحثای همزمانی، تعداد کاربر بتونن به اینا استفاده کنن، از اینا همزمان استفاده کنن. فایل مثلا به صورت روی یه سرور قرار میگرفت توی پوشه ای، در واقع سرور بود که وظیفه هندل کردن و شیر کردن اون پوشه رو انجام میداد، نه خود مثلا فاکس برو که بسید مثلا بهش کانکشن بزنی یا اینا وجود نداشت. تو یه پوشه ای رو شیر میکردن، تو اون پوشه رو باز میکردی، سیستم عامل داشت در واقع شیرینگ فایل رو انجام میده و اینا فایل داشت در توی پوشه به صورت محلی باز میشد. میتونه چندین فایل رو بسه همزمان باز کنه، مثلا از خاطراتش مثلا میشه کنه، مثلا میدیدی میگفت باید از یک قسمت برنامه یکی خارج بشه که اون یکی بتونه وارد اون محیط ها بشه. به خصوص اگر خصوص در مقابل رفتن برگ یا مثلا خرابی ها خیلی صدمه پذیر بودن. مثلا همه شنیدن دیگه فایل های فاکس بود در اساس رفتن برگ چیه؟ شدیدن صدمه میده، مثلا فایل ها میپره. این شد که اومدن دنبال سیستم هایی گشتن به نام DBM دیتابیس منیجر سیستم ها. اگه بخوایم عامیانه بهتون بگیم معروف ترین دی بی ام که شما اکثرا باش سر و کار دارید فایل چیه؟ همین فایل های اکسس خودمون هستش. فکر نکنم سیستم ضعیفی هستش، خیلی از برنامه ها ندارم با اکسس کار میکنم. اگه بخوام مثال بزنم همین فایل اکسس به نمونه ساده از دارایات چیه؟ دی بی ام هستش. بعد فایل اکسس اگه بخوام در بحث مثال بزنم DBMS ها چیکار میکنن؟ DBMS ها میان بین ساختارهای فیزیکی و کاربر قرار میگیرن، دستورات رو از کاربر میگیره، خودش میبره روی ساختارهای فیزیکی اجرا میکنه و نتیجه رو میاره. یعنی ما با DBMS سر کار داریم نه با داده های فیزیکی. ما با دستورات SQL به تلفظ واقعی SQL، اما متاسفانه در ایران همه اجتماعا SQL تلفظش کردن، ما هم به اجتماع هممون SQL تلفظش میکنیم. اما اگه آموزش های خارجی رو ببینید سیکیور تلفظ میشه. دستورات رو به صورت SQL میفرسته به دیتا روی DBMS، DBMS میاره روی داده ها اجرا میکنه و برمیگرده. بحث امنیت داده، یک پارچگی داده، اینتگریتی ها و سکیوریتی و بحث بکاپ گیری و بحث های مثلا
حالت سیف دیتابیس نه همشو چی انجام میده، بحثای راکینگ روی داده ها، ترانزکشن ها، همه دی بی ام اس خودش ساپورت میکنه، ما باش درگیر نیستیم. دی بی ام اس های معروف اگه بخوایم ما تقسیم کنیم، اگر بگیم معروف ترین دی بی ام اسی که در از آز تعداد کاربر در دنیا استفاده میشه، دی بی ام اس چیه؟ محیط مای اس کیو هستش. دی بی ام اس چیه؟ مای اس کیو هستش که الان شرکت اوراکل داره اینو توسعه میده. مای اس کیو ورک بنچ هستش، لوگوش هم که من بذار بزرگ کنم ببینید، این محیط نرم افزار، این شکل لوگوی نرم افزار مای اس کیو هستش، با پی اچ پی خیلی سازگاری داره، یک دیتابیس خیلی طبعا میشه گفت سبکی هستش، ریسورس خیلی کمی میخواد، اما فکر نکنید ضعیف هستش، خیلی پروژه های خیلی بزرگی با همین مای اس کیو هندل شده. بعد چون دیگه شرکت اوراکل اینو گرفته الان داره ساپورتش میکنه، خیلی هم قدرتمند شده. یک سیستمی هست به نام ماریا دی بی، یعنی واقعیتش بخواد نسخه لینوکسی این ماریا دی بی هستش. ما روی لینوکس، یعنی قبلا این نسخه اوپن سورسه، میشه گفت که مای اس کیو ورک بنچ نسخه تجاری سازی شده، نسخه چیه؟ ماریا دی بی هستش. اینا اومدن تو سیستم چیکار کردن؟ اینا رو از هم تفکیک کردن، چون سیستم اوپن سورس بود ماریا دی بی و هزینه نباید براش گرفته میشد. وقتی اوراکل اومد این نرم افزار خرید، دو تا انجمن از هم جدا شدن، یه سری دارن ماریا دی بی رو توسعه میدن، یه سری هم دارن چیه مای اس کیو ورک بنچ رو توسعه میدن، هر دو تاشون قدرتشون با هم تقریبا در یک هست هستش. اما واسه ماریا دی بی اینا خیلی داکیومنت های بهتر و زیادتر اینترنت هستش. روی لینوکس به صورت پیشواز ماریا دی بی هستش و مای اس کیو بیشتر سازگارش هم با اس کیو هست. تا نسخه 5ش خیلی مشکلات داشت، اما از نسخه 5 بعد واقعا یک، به نظر شخصی خود من، یک دی بی ام اس عالی شده، ترانزکشن ها رو ساپورت میکنه و خیلی پروژه های زیادی هم هست. مثلا بحث های قبلا توی مای اس کیو، مثلا ما مشکلات بحث های مثلا کلاسترینگ اینا رو داشتیم در مای اس کیو ورک پنج دیگه، اینا همشون متوجه شدن، به راحتی میتونید بحث های کلاسترینگشون انجام بدی. آموزش های خیلی خوبی توی اینترنت براش هست، منابع زیادی هست، توی ایران خیلی روی سرور های لینوکس استفاده میشه. و اگه سیستم عامل های سیستم های شما روی لینوکس بیس باشه، پیشنهاد اصلی خود منم سیستم چیه؟ مای اس کیو هستش. بعد مای اس کیو اگه بخوایم قوی ترین، یعنی بگیم قوی ترین، یعنی از لحاظ حجم داده که میتونن ساپورت کنن و سرعت داده، میتونیم بگیم اس کیو سرور و اوراکل هستن. اس کیو سرور نسخه های مختلفی داره، از نسخه، یعنی ما دیگه نمیگیم نسخه 6 و نیم 7 اینا رو بگیم، از نسخه اس کیو سرور 2000 شروع شده. این محیط اسکیو سرور 2000 بود، پیشرفت کرده، بعد اسکیو سرور 2005 اومد، این محیط اسکیو سرور 2005، بعد 2008 اومد، بعد در اسکیو 2012 اومد و 2014 و الان هم در حال حاضر نسخه 2016ش اومده و 2017ش هم در حین چیه؟ تست هستش. نسخه چی هستش؟ 2017 اسکیو سرور هستش. خب بیشتر دارن سعی میکنن خودشونو به امکانات اوراکل برسونن. آره اگه میومدیم اسکیو 2000 رو یا 2005 رو با اوراکل مقایسه میکردیم، مثلا مقایسه درستی نبود، خیلی ضعیف بود اسکیو سرور. اما به جرات میتونم بگم از نسخه 2012 به بعدش، یعنی شما روی داده های خیلی زیاد هم بخواید مانور بدید، اسکیو سرور 2000 رو در مقابل اوراکل کم نمیاد. تقریبا با هم، من خودم تست گرفتم روی سرورهای لینوکس بیس، اوراکل گذاشتیم، ویندوز بیس اسکیو گذاشتیم، حجم خیلی داده زیادی هم، سرور داده خیلی زیادی هم روش ایجاد کردیم، قشنگ جواب میده. و سیستم مایکروسافت هستش. یه اتفاق خیلی جالبی هم که افتاده، الان داکرش دیگه به وجود داره، یا شما میتونید با داکر اسکیو سرور اینو راحت داکرش رو دانلود کنید و روی لینوکس اسکیو سرور رو به صورت داکر بیارید بالا. بخاطر اینکه میخواست وارد بحث اوپن سورس بشه با داکر. خب بحث داکر رو اگه بهت بگم، مثلا مجازی سازی در سطح نرم افزار میشه،
تو مثلا میخواستی قبل مجزا سازی کنی، میومدی یه وی ام وی میذاشتی، یه وی ام وی داکی مثلا سیستم عامل می آوردی بالا، یه لینوکس رو می آوردی بالا. نه، یک سیستم یک میاد روی خود هستی، یعنی روی نرم افزار مجازی سازی انجام میده. هستی سیستم عامل جای خودش هستش. توضیحاتش تو اینترنت بگردی، هستش. خیلی انقلاب بزرگی در بحث نرم افزار هستش، یعنی داکر. روی داکر وجود اومده، تو میتونی داکر اسکیو سرور رو بگیری، روی لینوکس ران کنی، اسکیو سرور بیاد بالا. به راحتی اجرا میشه. اما خب به جرأت میشه گفت، من خودم خب من سرتیفیکیت بین‌المللی اسکیو سرور رو دارم، سی دی بی ای دارم، اما مدارک من گفتم دیگه چندین بار او سی ای و او سی پی و اکی رو دارم، اما جرأت نکردم او سی ای میشه امتحان بدم. او سی ای مدرک آکادمیکش هستش. او سی ای مدرک آکادمیکش میشه، محسوب میشه. او سی پی مدرک پروفشنالش محسوب میشه. و یه دونه مدرک او سی ام داره، مدرک مسترش میشه. واقعا او سی پی سخت بود، من بودن یک سال اینا وقت گذاشتم. اینو به جایت میتونم بگم درست هم دوره که داره من توضیح میدم بتونه سکیور سرور هستش، اما واقعا میشه گفت اوراکل واسه خودش روم کامپیوتر یک و اوراکل واسه خودش یه دنیای دیگه است. خیلی خب تخصصا وارد بحث، یعنی مثلا یک شرکتی هستش که به صورت تخصص بیشتر در زمینه دیتابیس کار میکنه و الان همه این شرکت مثلا مایکروسافت هم داره سعی میکنه خودش رو به اوراکل برسونه. اوراکل از اول طراحی شده که داده های یک کشور رو ساپورت کنه. اونو نمی‌نوشتن واسه یه سازمان کوچیک یا مثلا واسه یه اداره کوچیک. شما فکر کنید یه دیتابیسی رو داری نصب می‌کنی که اطلاعات یک کشور رو بتونه هندل کنه. خب تو بیای اون رو توی اداره نصب کنی، به راحتی اطلاعاتی که داره چیکار می‌کنه؟ هندل می‌کنه. اما مثلا اسکریپت اول اینطوری نبود، واسه سرورهای میدیو مثلا در سطح کوچیک طراحی شد، آروم آروم وارد مثلا سطح متوسط شد، بعد داره وارد سطح انترپرایز شده و تازگی‌ها داره مثلا در بحث دیتا سنتر اینا نسخه‌اش در اومده. اما از اول اون که واسه داده‌های خیلی بزرگ طراحی شده. اما تعصب خاصی روی هر دیتابیس داشتن کار درست نیست به نظر من. باید نسبت به نیاز هر مجموعه بیاش بهش نگاه کنیم. و الان با این خصوصیت هایی که سکوی سروی به خصوص 2016 پیدا کرده، 2014 به بعد، من شخصا خودم نمیبینم، نیازی نمیدم اگر ویندوز سروری داشته باشیم و بخوایم با نرم افزارهای مایکروسافت کار کنیم، نیازی باشه دیتابیس رو نوراکر کنیم. یعنی قشنگ داده های بزرگ رو ساپورت میکنه. خب الان یه بحثی هم هستش که در بحث دیتابیس خیلی میشنویم، بحث نو اس کیو ال. بحث نو اس کیو ال هستش. دیتابیس های نو اس کیو ال هستش. این نو اس کیو ال نه که بدون اس کیو ال ها، این معنی نو اس کیو ال این نیست که بدون اس کیو ال باشه، نه، هدفش این نیست. ببینید ما سیستم فایل های دیتابیس هایی که مثلا چه بشه مثلا اکسس، چه گفتم ما اس کیو ال، چه بگم مثلا SQL Server یا Oracle، یه دیتابیسی هم هستش پست گرس SQL، بیشتر برنامه‌نویسا جاوا باهاش استفاده میکنه. دیتابیس خوبی هستش، یکی از دیتابیس های ذاتن شیرگراست، یعنی میتونید باهاش کلاس های شیرگرایی طراحی کنید. بیشتر برنامه‌نویسا جاوا باهاش کار میکنن. اما قابل رقابت مثلا در حجم گسترده اگه بخوام باهاش بررسی کنیم، قابل رقابت با مثلا از حجم استفاده‌ای که در بسات تجاری انجام میشه، در رقابت مثلا با MySQL اگه بخوام اوپن سورس ما کار کنیم، خب میگیم دنبال MySQL، نمیایم دنبال پوستگرس اینا. دیتابیس خوبی هستش، پروژه زیادی هم با جاوا خیلی سازگار هستش. خدا میشه برنامه‌نویس جاوا اینو با پوستگرس برنامه‌هاش رو هندل میکنه. اما من خودم ساپورت تجربه چند تیمی رو که با پوستگرس به کشور پروژه نوشتن دارم، توی بحث کلاسترینگش خیلی به مشکل خوردن. اومدم پروژه رو که بسخواست کلاسترینگ، یعنی که بتونن چند تا سرور با هم کار کنه، یکی از سرورها فیل شد، سرور بعدی کار سرور بعدی رو ساپورت کنه، یعنی چی داشته باشن و کلاستر بشن. خیلی سخت، داکیومنت مستندات نبود، مجبور شدن دوباره برگشتن یه دیتابیس های چیه. اگر اوپن سورس کار کنید MySQL بهتر هست. اما دیتابیس های نو اسکیو معروف ترینشون الان الاستیک سرچ. Elastic Search یه برنامه هستش، میاد یه دیتابیس NoSQL رو براتون پیاده سازی میکنه. بعد میشه به معروف ترینش
مونگو دی بیه. اینا دیگه با ساختارهای ریلیشن کاری ندارن. ما چیزی تحت عنوان ریلیشن در بین اینا وجود نداره. داده های شما به صورت تکست فایل، مثلا فایل به فایل ذخیره میشه. مثلا شما فکر کنید اگر مثلا حد تلگرام چطوری میتونه این همه حجم داده رو ساپورت کنه، یا اینستاگرام چطوری میاد واسه شما یه پوشه درست میکنه رو سرور، همه فایل های شما رو به صورت فایل بیس در توش ذخیره میکنه. و به خاطر همین میتونه به صورت سریع اینا بحثا، چون مسائل مثلا شما فکر کنید یه حجم داده بزرگ رو بخواید از یه سرور به سرور دیگه منتقل کنید، یه پوشه شما رو برمی‌داره انتقال میده به یه سرور دیگه. بعد چون بدون ریلیشن اصلا سرت و سطوح در اونها خیلی سریع‌تر از دیتابیس های ریلیشن باعث درست سرعتشون زیاد، اما مشکلات پیاده سازی خیلی سخته. یعنی شما فکر کنید یه پروژه رو میشه با مونگو دی بی مثلا نوش، همه چی نمیشه، یه قسمت هاشو میشه با مونگو دی بی پیاده سازی، یعنی دیتابیس تو نمیشه فقط مونگو دی بی باشه. من توضیح میدم من چطوری کار میکنم با اینا. یکی هم کاساندرا هستش. درست نوشته باشم، این هم کاساندرا دی بی، این هم جزء دیتابیس هایی هستن، نو اسکیل هستن. بعد اینا گفتم دیگه به صورت ریلیشن و به دیتابیس نگاه نمی‌کنه. چیزی در مورد ریلیشن وجود نداره. هر رکوردی واسه خودش تبدیل به یه دونه فایل میشه. فایل به فایل اطلاع ذخیره میشه. بیشتر به صورت جیسون ذخیره میکنه که بتونه اطلاع به جیسون درخواست بدن و بنویسن. اما واقعیتش در پروژه‌های بزرگ الان دو تا دیتابیس با هم استفاده میشه. ما هم دیتابیس‌های ریلیشن ما داریم مثل SQL Server، Oracle، MySQL. یه سری هم دیتابیس های NoSQL داریم که واسه سرچ، یعنی ما داده هایی رو که زیاد سرچ میشه از دیتابیس اصلی میکشیم به صورت داده های NoSQL توی سرفایر مثلا الاستیکی یا مونگو دی بی ذخیره میکنیم، سرچ ها رو سریع روش انجام میشه، درج و آپدیت و اینسرت مثلا این در انجام میشه. هر مثلا چیکار میکنه، شما یه درج که میکنید اینورم در توی دیتابیس اسکیو سرور هم درج میکنه، توی الاستیک سرچ هم درج میکنه، اما میخواد جستجو بزنید از چی جستجو میکنه؟ از الاستیک سرچ. چرا؟ بعدا مثلا تو میخواد گزارش بگیری، گزارش های مثلا مدیریتی، از دیتابیس های ریلیشن و تهیه گزارشات مدیریتی خیلی ساده تر و راحت تر است از دیتابیس های اسکیو. یعنی به صورت دو تا دیتابیس هم با هم کار میکنن. برنامه بزرگ واقعا ترکیبی از همین دوتا دیتابیس هست. خب چرا من تاکید اینم که باید مایکروسافت سیاستش رو خیلی عوض کرده؟ حتما برید مطالعه کنید. مایکروسافت در SQL 2016 کاری کرد که مایکروسافت SQL Server 2016 تبدیل به یک گیت هاب شده، یعنی به زودی به هاب دیتا تبدیل شده. یعنی چی؟ میگه که سیاستش اینه که میگه شما یه SQL Server 2016 نصب کن، تو نمیخواد بری اوراکل یاد بگیری، تو نمیخواد بری MySQL یاد بگیری، تو نمیخواد بری الاستیک سرچ یاد بگیری، تو نمیخواد بری مونگو دی بی یاد بگیری، کاساندرا داری، تو کاری نداشته باش. من میام به عنوان هاب تو یه جایی مونگو رو نصب کن، وصل کن SQL Server 2016 رو با مونگو دی بی، یا تو یه SQL Server مثلا یک کاساندرا رو نصب کن، SQL Server رو وصل کن به اون کاساندرا، یا مثلا الاستیک. میگه تو کوئری ها میدی به من، من خودم میبرم تبدیل میکنم روش اجرا میکنم، نتیجه رو برمیگردونم. یعنی یک مزیت خیلی بزرگ هستش روی بحث های بیگ دیتا. یعنی واقعا در 2016 مایکروسافت سرمایه گذاری عظیمی کرده. به خاطر همین میگم دیگه با مقایسه هایی که هستش، یعنی من میگم آینده وقتی به عنوان برنامه نویسی که مثلا 15-16 ساله دارم برنامه نویسی میکنم، میگم آینده مربوط به دات نت کور و اسکیو سرور هستش، یعنی دارم با دلیل و منطق میگم. یک آدم چقدر میتونه مثلا دیتابیس های مختلف رو یاد بگیره، چقدر میتونه توش تخصص پیدا کنه؟ تو اسکیو سرور تو یاد میگیری، دیتابیس ریلیشن رو که طراحی میکنی، هر جمع لازم داری با بیگ دیتا کار کنی تو کاری نداری. تو کوئری تو میدی به اسکیو سرور، خود اسکیو سرور میبره روی رستی که اجرا میکنه، نتیجه رو برات میاره در کسی اسانی. فردا یه دیتابیس دیگه هم به وجود تو نگران نیستی، تو با اسکیلت کار میکنی، اون خودش کاراشو انجام میده. خیلی با دات نت کو سازگاری بیشتری پیدا کرده، به خصوص داکرش خیلی مایکروسافت با دات نت کو روی پرفورمنسش کار کردن و واقعا روی پروژه های بزرگ خوب جواب میده.